بنیامین نتانیاهو خبرنگاران را پای دیوار مقدس یهودیان جمع کرده و پس از یک نمایش معنوی نسبت به مذاکرات ایران و غرب هشدارهای جدی می‌دهد. با صورتی نگران و دلی شکسته برای آینده رژیمی به نام اسرائیل. حالا اینجا اولین روزهای انتخاب نامزد برای جمهوری خواهان امریکا است. به وضوح آنچه برای همه این نامزدها اولویت دارد بقای اسرائیل و نابودی ایران است. بهتر باور کنید اگر من رئیس جمهوری بشم در اولین روز کاریم این توافق فاجعه بار رو ریز ریز خواهم کرد. دلیل اینکه ما همه باید اسم ژنرال سلیمانی رو خوب بلد باشیم اینه که روسیه الان به خاطر او در سوریه است. فرمانده سپاه قدس به روسیه سفر کرد و پوتین راضی کرد که با سوریه و ایران در تقویت بشار اسد هم پیمان بشه. بارک اوباما طوری با این توافق رفتار میکنه که انگار مگناکارتا است. ایرانی ها اما با اون مثل کاغذ توالت برخورد میکنن. ما باید خیلی سریع به آنها بفهمونیم که هر کدام از ما که روی این صحنه هستیم رئیس جمهور بشیم توافق رو نادیده خواهیم گرفت. استراتژی اینه که چطور با ایران مقابله کنیم. اولین چیزی که باید انجام بدیم اینه که تعهدمون رو به اسرائیل بازسازی کنیم، چون این دولت اون رو از هم پاشیده. باید مطمئن باشیم که اسرائیل بهترین تسلیحات رو داراست و این پیام رو به ایران بدیم که ما پشت اسرائیل ایستاده ایم. اگر تقلب کنن دوباره تحریمشان میکنیم، اگر به حماس یا حزب الله کمک کنن دوباره تحریمشان میکنیم، اگر بفهمیم که به دنبال تسلیحات هسته‌ای هستند گزینه نظامی روی میز خواهد بود. اگر با تمدن غرب و دوستانمان در اروپا هم صدا باشیم قوی تریم. یک که به میدان رفتن راه درستی نیست. این کوله بار تهدید و ارعاب که بخشی از آن را دیدید توسط ده‌ها شبکه فارسی زبان هر روز و در ساعت‌های متوالی به سوی مردم ایران پمپاژ می‌شود تا به ایرانیان بفهمانند ایالات متحده این بار کمر را سفت بسته برای نابودی شما و تا جایی در این تعهد رسانه‌ای به سرمایه گذارانشان متعهدند که بر روی ناو آمریکایی سوار شده و به سوی ایران حرکت کرده و تصاویرش را با گزارش‌های رعب‌آوری به زبان فارسی پخش می‌کنند. اینجا هدف این است که به رخ ایران بکشند که چه کسی این آبها را کنترل می‌کند. پیام این رفت آمدها اینه که آمریکا خودش را متعهد می‌دونه به باز نگاه داشتن این تنگه حیاتی برای تجارت نفت جهانی، علارغم تهدیدهای ایران که گفته تحت شرایطی ممکنه این تنگه مهم و شاهراه حیاتی تجارت جهانی رو ببنده. پیام این ماموریت ها اینه که قدرت منطقه‌ای دست کم در آسمان ما هست. روشن است که آمریکا نقش پلیس خلیج فارس را به عهده گرفته و قصد ندارد که بگذارد ایران اینجا درد سر بکشد. شما در اسب اسپارت ها قایم شدی و خوشحالی که داری به سمت تروی میری، حالا به سمت تروا میری. یک چنین اتفاقی افتاده، یک ناوی داره میاد که مردم شما رو در واقع مرعوب کنه، داره به خاک شما نزدیک میشه و شما سوار بر این ناو هستی و ادعا میکنی که داری کار خبرنگاریت رو انجام میدی و داری پوشش رسانه‌ای میدی. چی رو داری پوشش رسانه‌ای میدی؟ اگر شما داشتی برای بی بی سی جهانی به زبان انگلیسی یک پوشش رسانه‌ای از یک حرکت یک ناو میدادی، این یک بحث دیگری بود. اما وقتی میدونید که این کانال داره به یک زبان فقط پخش میشه، در واقع این برنامه داره به یک زبان پخش میشه و اون زبان فقط در یک منطقه بسیار محدود از جهان داره صحبت میشه، پس بنابراین شما حداقل اگر سلاح رو نمیشناسی هدف رو میشناسی و همین خودش شما رو در واقع به نوعی شریک جرم. کمی در تاریخ اگر سر فرو ببریم حیرت میکنیم از اینکه روزی را نمیتوان یافت که این ابرقدرت نسبت به مردم ایران نگاهی انسانی ارائه کرده باشد. کودتای تلخ 28 مرداد 32، گرفتن حق توحش از ملت ایران و تبدیل کشور ما به بازار مصرف کالاهای نظامی و غیر نظامی بدون ایجاد حتی یک کارخانه مبتنی بر دانش ایرانی. این اولین موفقیت خارجی سازمان نبود، ولی اولین موفقیت بزرگ بود و چون یک اقدام پیچیده، مشکل و خطرناک بود که با موفقیت و حداقل استفاده از نیروی انسانی و پول انجام شد. تنها کسی که از وزارت امور خارجه موضع کاملا مشخصی گرفته بود سفیر آمریکا هندرسون بود که برای این جلسه به آمریکا آمده بود. هندرسون می گفت این روش کاملا برخلاف روابط دیپلماتیکه
ولی احساس میکرد که لازم. میخواست عمل بشه و در ذهن نمیخواست درگیر ماجرا باشه. اینها هیچ کدام مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست. بنابراین طبیعی است ایالات متحده ای که از بهمن ماه 1357 یک مستعمره واقعی را از دست داده، در تمام این بیش از سه دهه سودای جدی درگیری با ایران را در سر می پروراند. در خلیج فارس یک بار آزمایش کرده و خصومت، تحریم و ادعای گزینه روی میز از زمان کارتر مطرح بوده است. چین اقدامات و اقدامات متفقین ما که چند روز پیش به اونها اشاره کردم موفق نشه، اون وقت اقدام نظامی در نوعی که مورد نیاز خواهد بود حق مسلم و مجوز آمریکا می باشد. گرگان‌های ما آزاد شدند، اما اقدامات تلافی جویانه ما همچنان ادامه خواهد داشت و اموال ایران در آمریکا توقیف خواهد ماند. تنها نفعی که آمریکا در خلیج فارس دارد برقراری صلح است و سرنگونی ایرباس ایرانی ضرورت دستیابی به آن هدف را با حد اکثر شتاب دوچندان ساخته. ایران باید از تروریسم دست بکشد. ما باید همه به این توافق برسیم که مسیر تحریم ها رو ادامه بدیم. ایران محور شرارت و به طور فزایندهی به صدور تروریسم مشغول است. عنوان رئیس جمهور امریکا، من قبل از این هم گفتم و اکنون تکرار میکنم که ما هیچ گزینه شامل گزینه نظامی رو در ارتباط با ایران از روی میز خارج نکردیم. ائتلاف بین المللی علیه ایران را من شکل دادم و آنها را به پای میز مذاکره کشاندم. من میدانم که شکل دادن یک ائتلاف بین المللی چقدر مشکل است. من خودم ائتلاف ضد ایران را شکل دادم و توانستم آنها را به پای میز مذاکره بکشانم و سپس ما توانستیم برنامه این کشور برای دست یافتن به بمب هسته‌ای را مهار کنیم. ما باید زندانیان خود را یک سال پیش به کشور باز می‌گرداندیم و زمانی که آنها درخواست دارایی‌های خود را می‌کردند، ما باید به آنها می‌گفتیم متأسفیم. خب ما حضرت امام اسم امریکا گفت شیطان بزرگ. به لحاظ این که شیطنت‌های بسیار زیادی رو امریکا کرده بود قبل از اون صحبت امام و انجام می‌داد و همطوری که پیش بینی از امام بود در سال بعدم انجام داده و همچنان این روال برقرار هست. وقتی یکی این نقش رو داره، از هر عاملی از هر موضوعی در جهت شیطنت خودش استفاده میکنه و به این لحاظ هست که امریکایی‌ها منافع بسیار بسیار زیادی رو از دست دادن. این منافع رو که از دست دادن همه رو در اثر پیروزی انقلاب اسلامی میدونن و شیطنتاشون از 37 سال پیش ادامه داره، همچنان برقرار هست. آمریکای دوران ریگان، آمریکای دوران بوش و آمریکای امروز هیچ فرقی نداره. هیچ تفاوتی نداره. همچنانی که آمریکای دوران ریگان یه وقتی لازم دونست و مناطق ما رو در خلیج فارس بمباران کرد از روی حقد و غضب، امروز هم بتونن همین کار رو میکنن. آمریکا تفاوتی نکرد. سیاست‌های آمریکا در مقابل اسلام، در مقابل جمهوری اسلامی سیاست‌هایی بوده ثابت، البته روش‌هاشون متفاوت. یکی این روش رو دنبال می‌کنه، یکی اون روش رو دنبال می‌کنه، اما هدفشون یک چیزه. عدل امریکا یعنی چه؟ یعنی هر کس خاضع به من شد، اون یه چیزیست که ما باید او را قبولش داریم. هر کس منافع مملکتش را به ما داد، ما او را قبول داریم. واضح است وقتی 38 سال سیاست ایالات متحده نسبت به ایران هیچ تغییری نداشته، اعتماد کردن به لبخندها و پیامهای نوروزی به مردم ایران صرفا بازی روانی است. پیام دوستی به مردمی که با مسلح کردن گروهک ها، ارتش بعث، منافقین و نهایتاً حمله نظامی به سکوهای نفتی و ناوچه‌های ایرانی و تحت‌تر از همه انهدام هواپیمای مسافربری ایرانی به ایشان نشان دادند که در پس لبخند گرگ دندان خونریزی وجود دارد. دندانی که اگر مطمئن از درندگیش باشد به هیچ مجوز بین المللی در جان یک ملت فرو خواهد رفت و مگر تجربه عراق و لیبی جز این هست. تجربه‌ای که بنابر سخنان فرمانده کتب سپاه در خلال سالهای 84 تا 86 قرار بود برای مردم ایران به وقوع پیوندد. چه چیزی باعث شده گرگ قرآن از تجاوز عقب بماند و صرفاً به تهدید دل ببندد؟ خب دشمن تهدید میکنه، الان همین
چند روزه دو نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند. حالا کار به اون افرادی که مسئولیت‌های خیلی مهم و حساسی ندارن نداریم، از مسئولین رسمی دو نفر تهدید کردن. خب من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد. مذاکره کنیم زیر شبه تهدید، مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران، اینجوری نیست. ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید رو بر نمیتابه. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود چنان نشود ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید. ثانیا من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا گفتم دوران تهدید میکردن اون وقتم، گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. اینجور ریسک که شما بگید میزنیم و در میری، نخیر، پاتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. اینجور نیست که ملت ایران رها کند کسی رو که بخواد به ملت ایران تعرضی بکنه. ما دنبال خواهیم کرد. با مجموعه توانمندی که در نیروهای مسلح وجود داره، هم از ارتش و سپاه و امکانی که در نیروی هوافضا در طی ماها و سال اخیر در واقع اضافه شده، این مجموعه این توانمندی ها ما رو به نقطه‌ای رسونده که دیگه وجود شناورها و قایق‌های توپدار و شناورهای نظامی اونها رو در منطقه بی‌خاصیت کرده. ببینید یک ناو هواپیمابر با طول 330 متر و عرض 70 متر، بیش از 6000 نفر نیرو، قریب 70 تا 80 فروند هواپیما، یک سیبل برای ما. و اگر تصور دارن که این امکان میتونه برای اونا تولید توان بکنه در منطقه، طبیعتاً سخت در اشتباه هستن. و اگر امریکایی‌ها نباشن قطعا امنیت در منطقه بیشتر است و دنیایی بهتر از وضعیت فعلی خواهیم داشت. چون امروز کسانی در تلاش هستند که بگویند چرا ما این همه با آمریکا دشمنی داریم، آمریکا ستیزی برای چیست؟ اساساً استکبار ستیزی یک منطق انسانی داره، یک منطق قرآنی داره، یک منطق دینی داره. مبارزه با استکبار یعنی مبارزه با طاغوت، یعنی مبارزه با زورگو، مبارزه با ظالم، مبارزه با کسی که زیاده خواهه و میخواهد بر دیگران خودش رو تحمیل بکنه. همین چند روز قبل یک خبرنگار آمریکایی با صراحت میگوید که اگر مراد و منظور از مرگ بر آمریکا مرگ بر سیاست‌های آمریکا هست، من هم این شعار را میدهم. و جوانان امریکا نمیدانند که امریکا با این سیاست‌های خودش چه بر سر ملت ایران آورده. این روحیه اصیل و اصلی ایران است. ایران توانسته با اتکا به اخلاص و تعهد و دانش نیروهای بومی خود در حوزه نظامی به سطحی از خودکفایی رسد که متناسب با هر نوع نبرد احتمالی تسلیحات کاملا بومی طراحی کرده و به تولید انبوه برساند. جوانان دانشمند در حوزه تسلیحات به این حرف مقام معظم رهبری ایمان دارند که آمریکا قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود و باید برای رهایی از تهدیدات به قله رسید. رسیدن به قله توانمندی سبب می شود تمام این روزگار چنگ و دندان نشان دادن دشمن به پایان رسد و زورگویان ناچار در مقابل قدرت نوپای جهان سر تعظیم فرود آورند.